سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. سلام، من اومدم. آقا من عذرخواهی بده کارم بهتون، به خاطر اینکه یه تقریبا یک هفته بود که ویدیوی نذاشته بودم، یه ذره درگیر کاروبار اینا بودم، مشکلات پیش اومد. مشکل برات پیش اومده قزقم از ترس شرمنده عذر میخوام. ولی آقا، ولی امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. چه ویدیویی؟ میخوام اولین آشپزی عمرم رو انجام بدم. من که اولین آشپزی ها، من آشپزی زیاد کردم، ولی حالا ریا نباشه در حد املت. شما صداشو در نیار. ولی امروز میخوام پاستا درست کنم. امروز میخوام خودم تنهایی بدون کمک هیچکس پاستا درست کنم. چنل من حتما سابسکرایب کن، ویدیوی منو لایک کن، نظراتت هم یه کامنت مثبت بذار برام، ویدیو رو برای دوستاتم بفرست، چنل منم به دوستات معرفی کن. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب آقا، مرحله اول ما باید چیکار کنیم؟ یه قابلمه به میزان افرادی که میخوای براشون درست کنی برمیداریم. بله، من همه جای دنیا میرم همینطوره بابا. من یه قابلمه انتخاب کردم برای 4 نفر میخوام درست کنم. نصفشو تقریبا، آره نصفشو تقریبا آب پر میکنیم، میزنیم قشنگ جوش بیاد. و بعد از اینکه جوش اومد، این ماکارانی ها رو، این پاستای آره اصلا نگم برات، پاستا نگو، بلا بگو، تنبل تنبلا بگو. اصلا بیا پایین، کسیه نگو، سر میداد گرفت بابا، یا پایین با. آقا بریم بخش دوم کار. ما میخوایم محصولاتی گرفتیم و بگیم اصلا چیه. ببین، اول این مرغ ریش ریش شده است، مرغ آب پزه. شما هم میتونید به صورت فیله یا سرخ کردنی مرغ داشته باشید، هم میتونید مثل من آب پز کنید. من ترجیح دادم سلیقه شخصی مرغ آب پز باشه. شما میتونید فیله سرخ کردنی بذارید. این یک، اون نصفش رو میریزیم، نصفش هم فکر کنم کافی باشه. ما این نصفش رو میریزیم و اینکه قشنگ همش میزنیم. قاشق رو هم بیارم، همین شما نصفش هم بریزی، کار رو در میاره. خیلی کن چیر یا توفیر قشنگ کره رو حسابی به خورد این مایتابه بیارید، آب آب بشه. خب آقا، حالا که نریختیم حسابی، باید یه همه مشتی افتاد، یه همه مشتی بهش بزنیم. قشنگ فکر کنم کره کم اومد، به نظرم یه نصف کره دیگه بهش اضافه کنم. نظر شما چیه؟ Then check this out. همین شما نصفش هم بریزی، کار رو در میاره، خیلی راحت. حالا میرین سراغ مرحله اضافه کردن مرغا. مرغ رو دیگه لام بستم. آره. خب آقا، تا این مرغه ما به اصطلاح سرخ بشه، آماده بشه، یه ذره زمان میبره، طول میکشه. تو این فاصله آقا ما جوش اومد حسابی. حالا بیا ماکارونی رو بریزم داخلش. به به به، این حجم ماکارونی، این حجم رو فکر کنم من تا آخر هفته قشنگ داشته باشم. خب ببینیم چجوری شده. نایس، وای چه طعمی، چه مزه ای. اصلا این مرغ شاهکاره، به قول اون ماما میگه ماما سیت. و واقعا واقعا لذت بردم. مرسی هایی که اضافه شد. وای 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 وای، من نمیدونم این مامانا چجوری میرن جلوی این محیط رو گوبنه رو باید روغن سرخ کردنی. وای میستن پوستم سوختم اونی رو، پوستم سوختمش، چشم نخوره، بو امیا. بو اصلا سیر خانم قد میشود. یه دیگه گازو کسی کرد، گاز گاز. یه نصفه لیوان دیگه هم میخوای بیارید؟ خوب، نصفه لیوان دیگه هم بیزیم. خب اینم از این بخش شد. خامم آب شده، این بیرون مونده بود. یک لایه خامه اضافه میکنیم. دوستانی که لجند هستن فقط اینو درک میکنن. یک لایه خامه فکر کنم کافی. او ظرف تموم
بیچاره میکنن. حالا بیا تفتش بدیم. حالا بیا اینا رو تفت بدیم ببینیم چی از آب در میاد. دوستان یه خبر بد. فیلمبردار رفت وسط ویدیو. ببینی دست تنها درک. خودم تنها و تنها و دلم چشامی بینی. خب دوستان حالا بریم بخش جالب داستان. مرغو بگیر. وای من نمیدونم چرا من خوشمزه است. حالا چرا شما فقط به اونجا بند کردی؟ اونجا رو دوست داری؟ من از مرغ کنتاکی هر چون مرغ بگی خوشم میاد. سوخالی باشه، بوغنمون باشه، هرچی اصلا عاشق مرغم. میریزیم داخلشو. من دخالت دست انجام نمیدم. یه همه مشتی هم بهش بخوره. آقا ما یه اشتباهی بزرگی انجام دادیم. اینو ریختیم تو این ولی جا نشد. حالا باید برگرد بریزیم داخل این قابلمه بزرگ. این بهتره. بی احتیاطی کردم موادم چسبید. الان قشنگ میتونی تحتیک بخوری. اصلا چی ساختی؟ فرما داداش نون زحمت کشیه، نون عرق ریزیه، نون غیرته، نون استقامته، نون کلاهبرداری و اختلاط و دزدی و خبازی نیست. بیست هم نه 220. اصلا عالی شده این غذا. واقعا دارم میگم برای بار اول منی که حتی بلدم نبودم. خوش به حالی که با آرزو رسید. همه چیش اندازه است. خامش، شیرش، مواد سسش، همه چیش. واقعا دست خودم درد نکنه که تنهایی این غذا رو درست کردم. تموم شد؟ خیلی تأثیر گذارد. واقعا دست کنم درد نکنه. دوستان این ویدیو به اتمام رسید. لطفا اگر از این ویدیو خوشتون اومد و اگر دوست داشتید غذاهای دیگه بگید، کامنت بذارید، من حتما اون غذا رو درست میکنم. من یه نوع به اصطلاح تفریح میشه دیگه، سرمونو گرم میکنم. و اینکه ایشالله غذای بعدی با دقت بیشتر و جزئیات بهتر. امیدوارم که راضی باشی. چنل من حتما سابسکرایب کنید، این ویدیو رو حتما لایک کنید، کامنت بذارید نظراتتون رو و برای دوستاتون هم بفرستید. ممنون از اینکه منو تماشا میکنید. تک تکتون دوست دارم. انرژی بدید، حمایتم کنید. فعلا یا علی، خدا نگهدارتون.